فیلم سینمایی سایه های موازی و بازگشت ابوالفضل پورعرب سوپر استار سالهای بعد از انقلاب به سینما. اصغر نعیمی با اقتباس از داستان نازنین داستایوفسکی، البته با تفاوت های مشهودی بین داستان و پایان قصه و با بهره گیری از بازیگران مجذوب کننده چون شهاب حسینی، حدیث فولادوند و ابوالفضل پورعرب سعی در خلق عاشقانه اجتماعی زده. اما لازم به ذکره که اگر به خاطر حضور شهاب حسینی در این فیلم تصمیم به تماشای این فیلم دارین دست نگه دارین، چرا که شهاب فقط حضور 5 دقیقه‌ای در این فیلم داره و حتی حضور حدیث فولادوند نیز افتخاری و در حد 2 دقیقه است. اما خب شاید حضور ابوالفضل پورعرب بعد از سالها در یک فیلم سینمایی به تنهایی شما رو به دیدن این فیلم ترغیب کنه. و اما داستان فیلم، رفت آمدهای نازنین، دختری جوان زیبا، برای فروش وسایل قدیمیش نزد عتیق فروشی به نام فرهاد که در گذشته فعال سیاسی بوده، باعث علاقه‌مندی فرهاد به او میشه و داستان تکراری عشق پسر ثروتمند و دختر فقیر کلید میخوره. اما نه تنها هیچ محتوای عاشقانه‌ای در این فیلم به چشم نمیخوره، بلکه ضعف فیلمنامه و شخصیت پردازی ضعیف به طور چشمگیری از جذابیت‌های فیلم کاسته و انتقادهای بسیاری رو برای این فیلم وارد آورده. درگیری لفظی اصغر نعیمی و مسعود فراستی روی آنتن زنده از حواشی این فیلم محسوب میشه. سمیرا حسن‌پور، سیامک سفری و هوشنگ توکلی از دیگر بازیگران این فیلم محسوب میشن. بریم و با هم قسمت‌هایی از سایه‌های موازی رو تماشا کنیم.